بله همی لحظه هم استاد محترم مجیب رحمان خپلواک، استاد پانتون و روانشناس بسیار عزیز روی خط اسکای با ما هستن و صحبت های زیباشان را در رابطه به موضوع امروز برنامه ما عوامل عصبانیت شریک می سازن. ببینیم که از دید روانشناسی چرا یک فرد زیاد عصبانی میشه و از کدام روش ها و شیوه ها استفاده بکنه تا بتونه که بالای عصبانیت خود کنترل داشته باشه و یک فرد حاکم باشه. استاد محترم سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح‌ها زندگی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خوب آریانا. خیلی خوش هستم و حس خوب دارم که دوباره در خدمتتان حاضر هستم و موضوع جالب و خوبی را انتخاب کردین. تشکر میکنم از کسانی که در انتخابش نقش داشته و خوش هستم که در خدمت تان حاضر هستم. سلامت باشین استاد محترم، ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز بازم در برنامه داریم. ابتدا میشه بر ما بگوین که عصبانیت به کدام حالت گفته میشه و چگونه یک حالت است؟ خیلی خوب، بحث خشم و عصبانیت میخوام کمی تفاوتش اشاره بکنم. خشم همونی که بنابر یک عدم تفاهم، بنابر عدم موافقت، بنابر عدم سازگاری و همخوانی ما میایم در قالب الفاظ خشم و عصبانیت ما را ابراز میکنیم. عصبانیت چیز پیشرفته تر از بحث خشم است که مثلا در قالب رفتارهای فیزیکی صادر میشه، شاید جنگ و مشتیخن شدن و گریبان گرفتن و اینا. بحث خشم آغاز و سرچشمه و منشأش از جای شروع میشه که انسان ها معمولا وقتی که خلاف توقع و انتظارشان چیزی رخ میده و مشخصا تجربیات و مقتضیاتشان نسبت به جهان پیرامون قسمی بوده که مثلا یا خطاهای در تجربیات یا اصلا در نحوه اما تربیتی که مثلا فرد شده، شرایطی که در اونجا بزرگ شده، اینا تمامش از جمله مسائل و عوامل اثرگذار است برای اینکه یک فرد خشمگین باشه. و بعض انسان ها روزانه شاید صدها بار خشمگین شد. بعض انسان ها تعداد حالات عصبانیتشان کمتر می باشه. بله استاد، واقعا که شرایط مختلف سبب میشه که یک فرد عصبانی شود و ممکن است که عوامل فوق العاده زیاد در قسمت عصبانیت افراد وجود داشته باشه. ولی میخوایم از شما مشخصا بشنویم که واقعا چه چیزهای سبب خواهد شد که یک فرد عصبانی شود و چه چیزهای سبب میشه که عصبانیت فرد را کاهش بده. این موضوع بسیار مهم است، چرا که اکثریت افراد خودشان میخواین بالای خشمشان کنترل داشته باشن ولی متاسفانه نمیتونن که خشمشان را کنترل بکنن. راز از این که خشم خود را یک فرد بتونه کنترل بکنه در چه هست؟ و استاد محترم سوال ما هم این بود که چطور ما میتونیم واقعا عصبانیت خود را کنترل بکنیم و رمز و راز کنترل عصبانیت در چه نکته میتونه نهفته باشه؟ صدای ما را دارین آقای خپلواک؟ من صدای شما را دارم و سوال ما را گرفتین؟ متاسفانه اگر یک بار برمت تکرار تعداد از افراد هستند که همیشه دوست دارن بالای عصبانیت و خشمشان بهتر کنترل داشته باشن ولی متاسفانه توانمندیش را ندارن تا عصبانیت خود را در امو مقطع زمانی کنترل بکنن. واقعا چطور میتونن که خیلی راحت بالای عصبانیت خود کنترل پیدا بکنن و یک فرد توانمند باشن در این رابطه؟ یک چیز جالب میخوام شاید کمتر شنیده باشین و کمتر بیننده و شنونده های ما شنیده باشن، میفهمین که خشم تقریبا در حالت غالبش در کنترل می باشد. اما شما ببینید وقتی که مثال شبیه امو تمثیل ها می مانه، شما فرض بکنید اگر یک فرد بفهمه که در مقابلش پلیس هست و هر قدر اگر قرار باشه که به نزاع میل داشته باشه، به دلیل ترس از پلیس اونا دست به نزاع نمی زن. به این معناست که اونا میدانند که مدیریت بکنن، اما بنابر همو فضا، اوضاع، تجربیات، مقتضیات و مشخصا بحث توقع و انتظاری که داره،
اینا وقتی که به اصطلاح برآورده نشد میاین خودشان به درازی میزنن که مثلا خشم ما کنترل نتونستم و همچون پرند ما رخ زد. اما داریم واقعا حالت رو داریم به اصطلاح یک فرد بعد از یک کرده پشیمان میشه، یک کار راست از او سر میزنه و بعد پا پشیمان میشه. در بحث ابراز خشم، امو حالتش در ابتدا شبیه واکسین میمانه. اطفال را اگر دیده باشین که واکسین میکنن، یک شب یا دو شب تب میکنن، اما بعد از او یک عمر از امو مرض یا از امو مثلا حالتی که قرار است اونا برش دچار شوند، او در امان میمان. ابراز خشم در اولین قدم هم شبیه همین. بعضی انسان ها از شما دیدین در جامعه میگن که لا حول بگو، خشم دفرو بگو بخو یا از این مسائل. البته مخالفت با بحث لا حول گفتن نیست، به این معناست که ما خشم فرو میبریم، میگن خشم در کنترل کو فرو ببر و ابراز نکو. در این قصه حالا بله میگم که بله متاسفانه مشکل ایجاد شد در قسمت صدای استاد مجیب الرحمن خپلواک، باز هم مشکل حل شود. ادامه صحبتهایشان اخواد داشتیم در برنامه، ولی یکی از نکته های بسیار مهمی را میخواست استاد که با ما شما شریک بسازن. واقعا افراد زیاد هستن که زمانی که عصبانی میشن، عصبانیت یا همون خشم خود را به اصطلاح قارت میکنن و کوشش میکنن که بروز نتن و به دیگرا بیان نکنن، که متاسفانه به مرور زمان به عقده ها تبدیل خواهد شد. ولی بهترین طریقه به خاطر ابراز خشم چی خواهد باشه؟ آیا ای که ما به خود ما سبب ما آسیب رسانیم توسط شکستاندن بعض از اشیا، یا خود ما را زخمی بسازیم، یا ای که راههای حل بسیار منطقی و خوب هم میتونه وجود داشته باشه؟ حتما راههای بهتر هم خواد بود که در ادامه صحبت های استاد مجیب الرحمن خپلواک خواد شنیدیم و ببینیم که چه مسائل ما در زندگی واقعا کمک میکنه تا بتانیم که خشم خود را توسط طریقه های بهتر ابراز بکنیم. استاد ادامه صحبت شما را در برنامه می داشته باشه. خیلی خوب، در ابراز خشم چیزی که شما اشاره میکنید حالت ای است که من و شما در مدیریتش ابتدا یاد بگیریم که استپ بای استپ کنترل بکنیم خشم ما را. به این معنا اگر قرار باشه ما یک فرد تهاجمی و پرخاشگر هستیم، آهسته آهسته به جای پرخاش و تهاجم، اگر همو حالت انزجار ذهنی هم هست رو جاگزینش بسازیم. بعد از او قرار باشه که من شما توقعات ما رو بیاریم پایین. ببینید در ساده ترین مثال، بعضی افراد وقتی که دریوری میکنن در بازار، در حالت رانندگی، اگر قرار بود که یک موتور دیگه هم از پیششان سبقت کرد، اینا عصبانی میشن، خشمگین میشن تا عصبانیت پایین. در این قسم یک حالت ما میگیم بیاین که جاگزین داشته باشیم. جاگزین به این مانا که حالت شدید را به حالت مشدده را به حالت مخففه تبدیل بکنیم، آهسته آهسته بتانیم تا بیخی کلان بحث خشم از زندگی خود منها و منفی بکنیم. و قدم دوم نیست که من و شما هر پیمانه توقع و انتظار ما زیاد باشه، به همون پیمانه خشمگین شدن ما کراتش و میزان و دفعات بزنیم. روی همین ملحوظ بیان که ساده توقعات ما رو بیاریم پایین. مثلا این جهان را جهان که در برنامه های متعدد گفتیم، جهان تفاوت ها، جهان اختلاف ها، اصلا انسان های دیگه حق دارن با ما متفاوت باشند. چرا توقع ما اینقدر بالا هست، اینقدر پرتوقع و انتظار هستیم که از این تفاوت ها به ما خشمگین شویم؟ بعدش بحث تفاوت ها که اختلاف ها مطرح میشه در جامعه ما، متاسفانه خیلی ها زیاد سبب مشکلات و اصلا دامنگیر اعضای جامعه من و شما هست. انسان ها حق دارن که اختلاف داشت با ما، و هر کسی حق داره که با ما شخصا با ما اختلاف داشت. روی امی ملحوظ اختلاف را دلیل به خاطر خشمگین ساختن نمیسازیم که ما قرار باشه خشمگین شویم و با مردم درگیر شویم. روی امی ملحوظ انتظار و توقع، حق دادن به مردم به تفاوت، حق دادن به مردم به اختلاف، همی از جمله عوامل میشه که من و شما بتانیم با مردم ساده تر کنار بریم،
میزان و کرات و دفعات برخاشگری ما، خشمگین شدن ما کمتر شد و بتانیم سازگاری داشته باشیم. خیلی تشکر استاد. سلام علیکم. یک دنیا تشکر میکنم. متاسفانه ما مشکل اینترنت چون به وجود آمده نتونستیم که صدای شما را بهتر در برنامه داشته باشیم، اگرچه علاقمند بودیم صحبت های بیشتر از شما بشنویم. بازم یک دنیا تشکر میکنم از اینکه موضوعات بسیار مهمه در چند لحظه با ما و بیننده عزیز شریک کردین. وقت لحظات خوب برتان میخواهیم. خدا نگهدار شما. لطف میکنین. یار زنده و صحبت باقی. انشالله که در آینده ها صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.